سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره نعمت الله آزموده یا آقاسی. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. نعمت الله آزموده با نام هنری آقاسی در 29 تیر ماه سال 1318 در اهواز به دنیا آمد. ایشون از خوانندگان سرشناس موسیقی عامه پسند و کوچه بازاری پیش از انقلاب 1357 بود و از خوانندگان لاله‌زاری به شمار میره. او از سال 1348 با ترانه هایی مانند مرا با دیگری و بت پرست به نامی آشنا در عرصه فرهنگ عامه پسند ایران بدل شد و با ترانه های آمنه و لب کارون به شهرتی بیمثال رسید. آقاسی در آبادان یا شهرستان اهواز از پدری اصفهانی و مادری دلسپولی به دنیا آمد. پدر او از اهالی برخار از شهر تاریخی گزه که در اون زمان به خاطر خشکسالی از گز به سمت خوزستان مهاجرت میکنه. این قبیل کشاورزان در خوزستان زیادن و امروزه نیز در اونجا سکونت دارن. از شهرهای گز و دستگرد و خرزوق کشاورزان قابلی که با کمبود آب در این ناحیه مواجه بودن هجرت به خوزستان کردند. نعمت الله در آغاز یکی از اجراهاش از مردم اصفهان سخن گفته و میگه که پدری از اهالی گز برخار داره. آقاسی دارای دو برادر و دو خواهر بود. با وجود اینکه برادرش فرهنگی بود، تحصیل ناتمام گذاشت و با کارگری کسب درآمد کرد. به گفته خودش، برادرم برای هر مشق 5 ریال جایزه میداد تا من با سواد شم، ولی علاقه نذاشتم. دست آخر هم با اصرار و اجبار تا کلاس دوم اون زمان بیشتر نخوندم. به ورزش علی‌رغم نقص حرکتی که داشت در باشگاه تاج اهواز ادامه میداد و در دوران جوانی به خوندن آواز گرایش پیدا کرد. در 17 سالگی به خاطر شغلش نعمت نفتی خونده شد و در میان سالی بود که اونو به آقاسی میشناختن. در نهایت هم سنگ مزارش با دو اسم آقاسی و نعمت آزموده درست شد. او با خواندن آهنگ‌هایی مانند آمنه و لب کارون در سالن‌های موسیقی لاله‌زار تهران علاقه‌مندان زیادی پیدا کرد. از یادگاری‌های به یاد ماندنی او شیوه رقص بندری اوست که با چرخوندن دستمالی سفید در دستش انجام می‌داد. او پس از اجراهای موفقش در لاله‌زار نخستین خواننده لاله‌زاری بود که صدای او از رادیو و تلویزیون ملی ایران پخش شد. آقاسی از دو ازدواج خودش 7 فرزند و 3 نوه داره که 2 تا از فرزنداش به نام علیرضا و داوود اکنون به خوانندگی به سبک و سیاق پدرشون مشغول هستند. علیرضا در دبی و داوود در ایران زندگی میکنه. او به دعوت منوچهر نوذری به سینما راه یافت و در کارنامه سینماییش 10 فیلم را ثبت کرده که از اونها میتوان به یکی خوش صدا یکی خوش دست در سال 1356، خدا قوت در سال 1356، فراش باشی در سال 1354، بنده خدا در سال 1353 و غیره را نام برد. پس از انقلاب اسلامی او نیز از فعالیت باز موند و به کار رستورانداری در کرج مشغول شد و تنها با سفرهایی به خارج و اجرای چند کنسرت مشتاقان قدیمی صداش را به خاطر های سالهای 40 و 50 برد. آقاسی 2 سال قبل از فوتش سرانجام در سال 1382 برای اولین بار پس از انقلاب اجازه یافت تا به تئاتر پارس در لاله‌زار، جایی که فعالیت هنری خود را آغاز کرده بود، برگرده و روی صحنه آواز بخونه.
این برنامه چنان مورد استقبال قرار گرفت که مردم لاله‌زار رو بستن و همین استقبال باعث شد که دوباره جلوی خوندن اونو بگیرن و باز اونو به همون خلوتی که داشت برگردونن. او حتی یکی دو بار در میان سالمندان مستقر در جاده حصار مهرشهر کرج و نیز در میان معلولان مجتمع توانبخشی جاده لشکرک حضور یافت و با اجرای برنامه ساعاتی موجب شادی و نشاط اونها شد. اطرافیانش همیشه از او به نیکی یاد می‌کنند و میگن مرد با دین و ایمانی بود و نماز سر وقتش ترک نمی‌شد. چند سال آخر عمرش به کرج رفت، همونجا موند و در غربت خونگی درگذشت. در آخرین روزها هیچ شباهتی به یک تازه صحنه ها نداشت، با عینک ته استکانی و لبهای چروکیده. سرانجام وی در روز شنبه 14 آبان ماه سال 1384 بر اثر سکته مغزی در منزلش در کرج در سن 66 سالگی درگذشت و در امامزاده طاهر به خاک سپرده شد. مردم براش سنگ تموم گذاشتن و با شکوه هرچه تمام تر بدرقش کردن. استقبالی عظیم تر از روزهایی که پای سن براش کف می زدن و هورا می کشیدن. آقاسی در اوج محبوبیت و شهرت مردمی هم بود. امیر حسین فرزند کوچکتر آقاسی مجوز نگرفتن آلبومی به نام مطرب پیر رو دلیل سکته مغزی پدرش عنوان کرده. اون میگه تو سالهای آخر عمر پدرم اون بارها برای دریافت مجوز آلبوم مطرب پیر به ارشاد رفت و خیلی اذیت شد. هر بار به اون جواب منفی میدادن و این پروسه زمانی باعث شده بود پدرم به شدت تحت فشار باشه. او ادامه میده خیلی وقتا موسیقی پدرم با ایرج مقایسه میشد و گرچه ایشون مجوز انتشار و کار گرفته بود ولی به پدرم مجوز نمیدادن و به دفعات این سوال مطرح شده بود که من با ایرج چه فرقی دارم که آلبوم اون مجوز گرفته و من نمیتونم تو ایران کار کنم. جوابهایی که به پدرم داده بودن هم عجیب بود. اینکه تو آقاسی هستی و محبوبیت بالایی داری. این محبوبیت بالا خطرناکه، ولی پدرم باز هم پیگیر بود تا اینکه اون سکته مغزی رخ داد تا دیگه کسی نگران محبوبیت بالای آقاسی و فعالیت دوباره اون در ایران نباشه. از آلبوم های اون میتونیم به آمنه، بت پرست، سنگ تراش، لب کارون، خدا رو خوش نمیاد و دیگر آلبوم ها اشاره کنیم. روح شاد و یادش گرامی. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.